شریفپوری در روزهای گذشته در جریان بیماری آقای میناوند بودیم، اما همه امیدوار بودند که او بهبود پیدا کنه. بله رعنا، جا داره که قبل از هر چیز تسلیت بگیم به جامعه ورزش ایران و یکی از بازیکن‌های محبوب خودش رو از دست داد. همونطور که میگید همه در جریان قرار گرفته بودن که خود این یکی از مشکلات بود که به نظر میرسه که پزشکانی که حداقل تو این ماجرا برخیاشون حریم خصوصی بیمار رو رعایت نکردن و اخبار در مورد بیماری مهداد میناوند همه جا پخش شده بود، ولی که خود ماجرا رو چون که من در جریانش هستم که چه اتفاقی افتاد، موقعی که استقلال و پرسپولیس هفته پیش بازی می‌کردن، آقای میناوند تو این سال‌های اخیر بعد از اینکه فوتبالش رو کنار گذاشته بود تبدیل به یک شخصیت محبوب تلویزیونی شده بود و واسه اپلیکیشن پرسپولیس یک برنامه‌ای رو روز بازی داربی تهران با استقلال داشتن که از قضا این جوری که گفته میشه مهمون اون روز برنامه آقای علی انصاریان، بازیکن سابق پرسپولیس که خودش هم درگیر کرونا هست و بیمار هست الان و مشکلاتی هم ایشون داره، از قضا ایشون هم تو اون برنامه بودن به خاطر اینکه تو استودیوی بسیار کوچیکی هست جایی که برنامه داشته ضبط می‌شده و به نظر میاد که اونجا همه اتفاقای بد افتاده، چون بجز این دوتا بازیکنی که داریم صحبت می‌کنیم تمامی عوامل اون برنامه از فیلم بردار و تولید کننده و همه اینها هم دچار کرونا شدن و شرایط مساعدی ندارن. و البته در مورد مهداد میناوند خودش به بعضی از همکاران من که باهاشون صحبت کردم این مسئله دیگه داشت، چندین مسئله سلامت دیگه داشت، خودش خیلی ناامید بود که اگه که کرونا بگیره بتونه جون سالم به در ببره و گفته بود که من اگه که دچار کرونا بشم مشکل خواهم داشت، خیلی سخت بتونم زنده بمونم. امید زیادی هم نداشت که در نهایت به خاطر ضربه شدیدی که ویروس به ریه‌اش زده بود آخر سر ریه های اون نکشیدن و از دنیا رفت. باعث تأسفه. پوریا، بیشتر درباره کارنامه آقای میناوند به ما بگو. بازیکن مهداد میناوند از این جهت خیلی محبوب بود که جز اون تیم طلایی سال 98 که توی عجیبترین شرایط ممکن راهی جام جهانی شدن، از مسابقه های مختلف گرفته و تو بازی های جام جهانی هم واسه ایران بازی کرد، اون سه تا بازی حساس از جمله برد 2-1 جلوی آمریکا. و البته روی شبکه های اجتماعی و همون برنامه هایی که میگم و حتی در تلویزیون هم در سالهای اخیر نشون داده بود که موجی بدی نیستش، کارش خوب بلده انجام بده، کری و اینا هم زیاد میخوند، اصلا از اون اول هم اهل سرگرم کردن و اینا بود، یه مدت مداح تیم ملی بود، ولی که چون بازیکن تیم ملی بود حتی طرفدارای استقلال هم او رو دوست داشتند و بالاخره توی مدت زیادی واسه تیم ملی بازی کرد و موقعی که رفت تو اتریش هم اشتورم گراس، حالا ممکنه که یک تیم یه خورده گمنامتر به نظر برسه، ولی که توی لیگ قهرمانان در اون موقع بازی میکرد و همیشه بازیکن فیکس تیمش هم بود که الان داریم مقایسه میکنیم میبینیم که چه کار سختیه و واقعا باعث تاسف به خاطر اینکه 40 خورده‌ای سال سنی نیستش که بخواد کسی از دست بره، اون هم کسی که ورزشکار بود و نسبتاً بدن سالم‌تری داشته به نسبت بقیه. واقعا همینطوره. پوریا ژافره، ممنونم، یادش گرامی.